ببینید، به نظر من تا اصل این انتخابات، خب میدونید انتخابات زودرسی بود، یعنی خب به دلیل اون شهادتی که اتفاق افتاد و کسانی که الان هم اومدن، میشه گفت که با یه آمادگی کافی نیومدن توی صحنه مناظرات و اینها، و این نکته ای هست. ولی تا اینجای مناظره به نظر من این افرادی که بودن سعی کردن که جوری صحبت بکنن که رأی جمع کنن، یعنی بیشتر دنبال تغییر نگاه های مردم در پای صندوق های رأی بودن. خیلی کم، من چون مصاحبه رو میدیدم، خیلی کم بودن کسانی که بخوان اینها برنامه‌ای صحبت کنن، مبنایی صحبت کنن و ناظر به حل مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی که ما داریم صحبت کنن. یعنی شعارهای هیجانی، احساسی، شعارهایی بدادن که بیشتر طرف قانع بشه به اینکه به این فرد رأی بده. واقعا مردم ما، حالا چه در گذشته تاریخ چه در این 45 سال، نشون دادن که مردم با فرهنگی هم، با هوش هم و یه مردمی هستن که حیفه که ما در حق اینها ظلم بکنیم، جفا بکنیم. یه مردمی هستن که شناسنامه دار هستن، هویت دارن، فرهنگ دارن، سعه صدرشون فوق‌العاده مردم بالاست، دفاع اجتماعی مردم خیلی بالاست، تحمل اجتماعیشون خیلی بالاست، فداکاریشون برای آب و خاکشون خیلی بالاست. ببینید به هر حال مردمی هستن که امروز دنیا روی اینها حساب باز کرده. خب بنابراین حالا چه این کاندیداهایی که میخوان بیان صحبت کنم، به نظر من باید ناظر به مسائلی که داریم، مشکلاتی که داریم. خب ما تو اقتصاد دو سه تا مشکل جدی داریم، خیلی ناترازی بانک ها رو داریم، اشتغال غیر مولد داریم. خدمت شما عرض کنم که به خصوص ما در بخش صنایع سنگین، نیمه سنگین، سبک مثل خودروسازی، یا در بخش کشاورزی یا تجارت خارجی اون مشکل داریم. خب من ندیدم هیچ کدوم از اینا بیان فنی صحبت کنن و بگن این مشکل ما تو بخش اقتصاده، اینم راه حل منه. تو بخش فرهنگ، خب ما علی‌رغم همه نقاط قوتی که داریم، به هر حال یه تفاوت‌های فرهنگی، تضادهای فرهنگی، من نمی‌خوام از شکاف نسلی استفاده کنم چون اینها بیشتر تفاوت‌های نسلی است، ولی یه اشکالاتی داریم. نمیان بگن اشکال ما در فرهنگ اینه، اینم برنامه است. تو بحث اجتماعی به همین شکل، تو بحث سیاسی به همین شکل، اینا رو نمیان بگن. میگن مسائل اجتماعی ما در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، این چهار بخش مهمه دیگه. بله. جامعه این چهار بخش داره. بیان بگن از نظر من این چهار بخش چهار تا مسئله داره، این مسئله است، اینم برنامه منه. متاسفانه اینجوری صحبت نمیشه. نکردن. بیشتر میان مچگیری میکنن، یعنی میگردن ببینن که در کارنامه اون رقیب چی هست، اون رو نبش قبر بکنن. اون یکی هم همین کارا میکنه. برای همین من میگم که هیجانی هست، بیشتر دنبال جمع‌آوری رأی هست، چون مردم به یه پختگی رسیدن. مردم به یه دیگه از اون شعارها و از اون شعارهای تند و از اون دو قطبی ها اینا دیگه مردم هم خسته شدن یه مقدار. به نظر من مردم در هر انتخاباتی بالغتر میشن، بلوغ سیاسیشون بیشتر میشه. خب رئیس جمهور هم به همین شکل صادق باشه، مردمی باشه، خدمت شما عرض کنم که وعده های بی خود نده، و از همه مهمتر این که میگه من الان وقتی فردا اومدم مخالف خودمم دعوت به همکاری میکنم. خب خیلی ها گفتن دیگه، ولی تحمل دوست خودشو نداره، نه مخالف که هیچی، در عمل ببینه که واقعا شایسته سالاری میکنه. یه نکته دیگه هم که من الان احساس کردم اینه که مردم دنبال رئیس جمهوری میگردن که به صورت میانگین دانش بنیان حرف بزنه، دانش بنیان عمل بکنه و دانش بنیان اجرا بکنه. بعضیا مثلا ممکنه تاکید کنن فلانی
خیلی مدیره، خب این یه برجستگیه. یا فلانی یکی از کاندیدا خیلی در واقع بنیانهای نظری و معرفتیش قویه، اینم خیلی مهمه. یا فلانی خیلی مردمیه، اینم خیلی مهمه. اما یک رئیس جمهور باید شخصیتش همه این مؤلفه‌ها رو داشته باشه، حالا در حد 20 نه، در حد 15، ولی همه اینها رو داشته باشه.